درود میکران پاینده اینان. خب الان یه چیزی مود شده، هر هفته جریانات مذهبی دارن تلاش میکنن که مادر شهدا رو بیارن که حرف بزنن. این دفعه رفتن مادر شهید مسلم فراهانی رو آوردن که میگه من بچه‌مو از سر راه نیورده بودم، به خود از سر راه آورده بودی، فقط به خاطر اسلام و حجاب بچه‌مون رفت. ببین این یه واقعیتی، نظامیایی که کشته شدن، عزیزانی که میگن این نظامیا بچهای ایرانن، اینا میگه فقط به خاطر اسلام و حجاب. حشم صورتمون، حشم زیر همه جامون هستن. بچه تو به خاطر حجاب کشته شده. به خاطر حالا صحبت‌های این مادر رو خودمون گوش کنیم و ببینیم که صحبتاش چی گفته. اینا مادر نیستن که، اینا بچه‌هاشون رو در حقیقت از سر راه واقعا آوردن. یعنی شما دیدید دیگه، همین الان تو غزه هم کسی دلش نمی‌سوزه برای بچه‌ی غزه‌ای، تو می‌دونن داستان چیه، فضا معلومه. این جماعت بچه‌ها رو به دنیا میارن صرفاً بابت مسئله ایدئولوژیک و اعتقادی ندارن، مهر مادری ندارن. حالا نگاه کن این خانم چی میگه، و الان فقط میدونه که الان جامعه اکثر ضد حجابه، با این حرفا فقط لعنت داری میفرستی به بچت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید مسلم فراهانی هستم. مسلم فراهانی متولد 44 61 هم شهید شده. بچه‌م سر راهی بوده، به خدا بوده. بچه تو سر راهیه. اصلا بچه سر راهی رو آدم بیشتر چیز هواشو داره. شما بچه هاتون رو پیشفرض به دنیا آوردید به خاطر یک مسئله باور غلط که هم خودشون رو آزار بدن هم مردم رو آزار بدن به دنیا آوردید. بله سر راهی بوده که من فرستادمش رفته. دقیقا بچه سر راهی با... ای کاش که سر راهی بود، ای کاش که سر راهی بود. بدتر بگم از دستش بخواستم راحت شم. من اون روز به خاطر اسلام بچه‌مو دادم. همشه رفت. خودت چرا برای اسلام ندادی؟ خودت میرفتی به رزمنده ها جهاد نکاح میدادی به خاطر اسلام. چرا بچه تو مخشویی کردی فرستادی؟ اگه بچه برای خاک ایران رفته قهرمان است، اما تو داری میگی برای اسلام رفته است، از احمق است. اون روز گفتن اسلام، حجاب، آبرو، حیا. یه چی شما توش ایران میبینید؟ با چه تفسیری ما میخواییم الان خودمونو گول بزنیم اینا نظامی های ایرانن؟ جایی توش ایران میبینی اسلام، حجاب، آبرو، حیا همش چرند است، همش چرند است. حتی آبرو و حیا، آقا به خاطر این آب، اولا به خاطر حیا یارو خودش کلی از لذت های زندگی محروم میکنه، حیا برای آبرو هم همینطور. به خاطر آبرو به فکر اینه که مردم در مورد من چی میگن، کلی زندگی خودش رو تحت تاثیر منفی قرار میده، کوالیتی زندگیشو میاره پایین. هر چهار مورد چرنده است. امنیت منافع ملی ایران، امنیت منافع ملی ایران، آسایش ملت ایران، اینا ارزش است. اسلام و حجاب و آبرو و حیا چرند است. نماز، قرآن، نماز، قرآن، اینا که دیگه اصلا دیگه شرور است. ما اینا رو گفتن نکنی. خودش هم داری میگه، میگه اسلام، حجاب، آبرو، حیا، نماز، قرآن. من بچه‌مو برای این فرستادم جبهه جنگ، به تخم پسرای همه ایران، به پشم زیر بغل تمام زنان ایران که بچه تو رفته و فدای سرمون شده. چیکارش کنیم؟ حتما این ویدیو منو برای این مادر بفرستید تا لذتش ببره. ما به این هوا گفتیم خیلی خوبه، نه یکی فرستادیم، نه دو تا فرستادیم، نه سه تا فرستادیم، چهار تا فرستادیم. سجادیان پشت سر منه میگه چهار تا فرستادیم. خودتو میفرستادی، شوهرتو میفرستادی، بچه دیگه. پس تو ارزشی نداره این بچه، بچه تو ارزشی نداره، جان بچه شما ارزشی نداره. اگه بچه خودتون نداره به ما چه؟ جان این بچه ها برای خودتون ارزشی نداره. چهار تا فرستادی برای چی؟ برای اون چرت و پرتایی که گفتی. چهار تا برادر یه پدره، افراسیاب یه خودی اومرتره، پنج تا برادر یه پدره. ما همه زندگیمونو داریم برای اسلام میدیم. ما تا الان 50 تا اگه پسر داشت باشم الان بعد درباره اسلام بگه هنوزم دارم میدم، که با اینکه دارم رنج میکشم اینجا. این چه وضعیه؟ اینا شهر که نمیتونن جمع کنن، به ضرر هم نمیتونن جمع کنن. ببین کار به کجا رسیده، میگه شهر که نمیتونه نظام جمع کنه بی اجابی، میگه به اشت زهرا ما شکست، به اشت زهرا پر بی اجابه. خب بیان به زهرا دل مادرها رو پدرها رو شاد کنن حداقل. میگه بیایید بهشت زهرا، دختر مردم رو تو بهشت زهرا کتک بزنید، بندازید گشت ارشاد که دل من مادر شهید خوشحال بشه. به خدای ایران قسم،
شما فاحشه ترین و روسبی ترین زنان عالم رو در بیارید، یعنی هر جور بخوای حساب کنی یک تارموی یک فاحشه در عالم به هزاران نفر از این مادران شهید ارزشش بیشتره از نظر انسانیت. حیوان هستن بخشی از این مادران شهید. داری میبینی کثافت میگه که بیاید اینجا تو بهشت زهرا دخترای مردم رو اذیت کنید، ساچمه تو چشم دختران مردم خالی کنید که من مادر شهید لذت ببرم، که من مادر شهید حال کنم. چقدر کثیف میتونه باشه؟ چقدر آدم باید لجن باشه؟ خانواده شهدا که اینجا اصلا نشستن اینقدر آتیش نگیرن. نمیدونیم ما میسوزیم، خداییش ما داریم میسوزیم، نمیبینن آتیش ما رو، نمیبینن هیچ کس آتیش ما رو نمیبینن. و من چه توقعی دارم الان این تو این 45 سال چی از شما خواستم؟ اگه خواسته ای دارم شما هم بیایید فرونده مما تو بنیاد بردارید بیاری، از سپای هم بردارید بیاری، میگه یه دونه فرش خواستی، یه دونه پارچه لیوان خواستی، یه چیزی از من خواستی، من درخواستی از اینا ندارم. اگه درخواستی ندارم ولی این درخواست زیاد دارم وگرم انجام میگه من هیچ درخواستی از جمهوری اسلامی ندارم به جز اینکه ساچمه خالی کنه تو چشم دختران این سرزمین بابت حجاب. گشت ارشاد را بندازه دختران این سرزمین رو بندازه تو گشت ارشاد. چقدر پلیده. یه چیزی موچ شده آقا اینا شهیدن، تو رو خدا مادر شهید احترام بذار. آقا اینا زندگی ما رو سیاه کردن، اینا شهید نشده برای ایران. گفت 6 تا مورد اعلام کرد: حجاب، اسلام، قرآن، نماز، آبرو، حیا. این 6 مورد حافظم قویه دیگه. حالا شما حافظ الان بهتون بگم که این 6 تا رو بگو یادت نمیاد. من حافظم قویه، اسما رو البته یه خورده چیز حافظم ضعیفه، ولی توی این اصل داستان حافظم قویه. اسلام، قرآن، نماز، حجاب، آبرو، حیا، هر 6 مورد چرند و توهم است. اگر کسی برای امنیت، منافع ملی، خاک این سرزمین، تمامیت ارضی این سرزمین و آسایش و رفاه مردم رفت کشته شد، این اصل است. آسایش، رفاه، تمامیت ارضی، امنیت، اینا اصله. اون 6 موردی که این خانم میگه توهم وجود اصلا مهم نیستن، اصلا بعضی یک ضد ارزش هم مثل قرآن ندن. اینا جواب خدا رو باید بدن. ما توقع از شما داریم، ما از شما میخواییم. توقع که داریم ایچی میخواییم اصلا وظیفت انجام بدیم. شما نیز میتوانید ویدیوهای مطالبه خانواده معظم شهدا از مسئولین را در امر حجاب از طریق شناسه ی ادساین را یه قشنگ گذاشتم که تبلیغت بشه بفرستید، چون اصلا تو داری خوراک منو. منم بهتون گفتم هر ویدیویی که براتون بفرستن ما براتون درست، ما براتون میایم وایرالش میکنیم. باید ملت اتفاقا این مادران شهدای حرام لقمه رو بشناسن. اون خانواده های شهیدی که بچهشون برای ایران کشته شده و اینا باید بیان موضع‌گیری کنن، بیان بگن آقا اسلام پشم مونه، ما بچه‌مون برای ایران رفته، اینا قهرمانن. کسی که برای ایران رفته قهرمانه، کسی که برای اسلام رفته پشم است دیگه. اینا داستانه. ما دیگه خود من از احساسات ملیم یه جایی واقعا تحریک شد، ولی دیگه تموم شد قضیه. اجازه نمیدیم شما بخواید از احساسات ملی سوء استفاده کنید. همه چیزتون برای اسلام است، پس گور باباتون. حالا اینا اگر الان با اسرائیل بجنگن، الان ما کجا باید قرار بگیریم؟ گور بابای اون باورهای اسرائیلی، گور بابای شما. ما پشت منافع ملی و شما یه حکومت اشغالگری هستی، اسرائیل هم یه حکومت خارجی چیزه بیگانه است. ما پشت هیچ کدومتون نیستیم. چجوری میشه از جمهوری اسلامی به بهانه منافع ملی دفاع کرد؟ نه به راستی دیگه. حکومتی که داری میگه نظراتش چیه؟ به دمتون گرم، این بخشو ببندیم. واقعا شرم‌آوره.